همکارم اشکان صفایی در اورشلیم اشکان میتونی لطفا بیشتر از جزئیات این شکایت برامون بگی بله خب این شکایت را همونطوری که گفتی تقریبا بیش از یکصد نفر از خانواده های افراد کشته شده یا افرادی که خودشون حالا زخمی شدن به نوعی بازماندگان حمله هفتم مکتور که همشون یا خود قربانیان شهروندی آمریکا رو دارند یا در واقع این خانواده ها شهروندی آمریکا رو دارند تنظیم کردن و به دادگاه فدرال نیویورک ارائه کرد در همونطوری که گفتی این شکایت با همکاری کمیته ضد افترا ADL تنظیم شده و تهیه شده و ارائه شده خانواده ها در واقع گفتند که جمهوری اسلامی ایران سوریه و کره شمالی با حمایت مالی با آموزش و با در واقع به موارد به شکل به اشکال دیگری حمایت کردند از حماس و کاری کردند که امکان حمله 7 اکتبر برای حماس به وجود اومده و برای همین هم مسئول هستند و باید پاسخگوی این جرائم باشند اونها درخواست چهار میلیارد دلار قرامت کردند برای این اقدامات یکی از خانواده ها در خانواده یکی از کشته شدگان که این فرد کشته شده شهروند آمریکا بوده گفتند که اگرچه هیچ چیزی نمیتونه رنجی رو که در هفتم اکتبر و بعد از اون بر اونها وارد شده رو جبران کنه اما حداقل امیدوارن که این شکایت بتونه بخشی از عدالت رو اجرا بکنه باید گفت که این اولین شکایتی نیست که از جمهوری اسلامی میشه در دادگاه های ایالات متحده در طول سالهای گذشته بارها قربانیان خانواده های اونها چه در اسرائیل در واقع کسانی که شهروند آمریکا بودند و در حملات مثلا بمگذاری های حماس کشته شدند یا زخمی شدند چه حتی در کشورهای دیگه از سربازان آمریکایی یا خانواده های سربازان آمریکایی کشته شده در عراق بگیرید تا انفجار الخبر در عربستان در لبنان حمله به در واقع انفجار در ساختمانی که تفنگداران دریایی آمریکایی در اونها بودن همه اونها از جمهوری اسلامی شکایت کردن در سالهای گذشته در همین نه ماه گذشته هم باید گفت که این اولین شکایتی نیست که در زمینه حمله هفتم اکتبر از سوی افرادی در ایالات متحده مطرح میشه اما شکایتی که الان دیروز ارائه شده به دادگاه فدرال نیویورک در واقع بالاترین درخواست قرامت رو کرده و بیشترین تعداد افراد هم در این شکایت سهیم بوده ممنونم از توضیحات اشکان صفایی خبرنگار ایران اینترنشنال از اورشلیم